عقرب زلف کجت با قمر قرینه، تا قمر در عقرب کار ما چنینه. تو نیروگاه خورشیدی نیو کرج مگه قرار نبود نینا دیگه بشقاب پرنده بهش نده؟ بشقاب پرنده خود نینا رو ورداشته بوده. میگم اولاد بدم بده ها. بد نیست، بیدقته. همین هفته پیشم هم بیدقتی کرد، با بشقاب پرنده صاف رفت تو گنبد بارسون، سولاخ کرد این هوا. اون دفعه که بدتر بود، از حساب نینا پول برداشته رفته قایق تفریحی خریده. آخه بگو قایق تفریحی به چه درد میخوره وقتی که سیار خشکه؟ راستی چیکار کرد اون قایقو؟ هیچی، چیکار کرده؟ گذاشته در خونه، اسب به اسب میره بیرون، بادباناشو میده بالا، داد میزنه هوشکی. باور کن اگه گادی با من این کارو کرده بود، خودم سواره بشقاب پرندش میکردم، میبردم لبه کهکشان، همونجا دکمه ایجکتو میزدم به هر چی که بخواد بره. گاندی اگه حسابتو خالی هم بکنه، تش میتونی یه دوچرخه دست دوم بخره. البته منظور نداشتم عزیزم، فقط میخواستم بگم مقایسه درستی نبود. عزیزم میدونم که اصلا منظور بدی نداشتی. آره دیگه، تو هم اگه بچت حسابتو خالی میکرد، اوپس، شوهر نداری که بچه داشته باشی. خیلی شرمنده شما شدم. اصلا همه اینا به خاطر این احساسات و عواطف مادران است. نه نفرمایید. بله همین. ولی دیگه تموم شد. تموم شده بله. دیگه تموم شد. این دختره یه جایی بالاخره باید یاد بگیره که مسئولیت کارهای اشتباه خودش رو قبول کنه. آفرین. 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 دقیقاً خانم، اصلا ما به خاطر همینه که اینجاییم. یه موقع است ما دقیقاً به خاطر همین نیست که اینجاییم. حرف شما درست. ولی وقتی دقیقاً به خاطر همینه که اینجاییم، دیگه چه جوری درست؟ بله. فقط جسارتم باید یه تو کپا تشریف بیاری تا نیو کرج. چرا؟ یه 10-15 تا از این پنلای خورشیدی خسارت دیده به خاطر اون ارزه. برای خسارتش میگم ها. یه موقع است خسارت ندیده، اصلا نمیگم. می‌دونی؟ ولی من از خسارت دیده میگم. به
به مریخ گرم بخوره این دختر. نه. من هر چی تو این خراب شده دارم در میارم میدم خسارت گنسکاری باشه. اینجوری نگید. بالاخره ایشون هم فرزند شما هستن، برای درس عبرتش هم شده یه شب بذاری تو بازداشتگاه بخوابه. برای درس عبرتش میگم، این قصد برای درس عبرتش نیست نمیگم. ولی در درس عبرتش هست میگم. اول پلیس میگه. ولی پلیس نبودی نمیگفت. دیگه تحملشو ندارم، دیگه رسیده به شاخکم. نینا جون تقصیر شما که نبود. ببین بعضی ها ذاتشون اصولا ناجوره. یعنی ذات دختر من ناجوره؟ نه، منظورم این بود واقعا بیادبی. آره واقعا ناجور شده، ولی تقصیر خودمه. اگه به جایی که از صبح تا شب کار میکردم میریختم تو حلقش، یکم بیشتر براش وقت میذاشتم، درست تربیتش میکردم، اینجوری ناجور نمیشد. از بس که من احمقم. منم دقیقا دارم همینو میگم. که من احمقم؟ نه، میگم بیادبه. داره درست میگه، من واقعا احمقم. میدونی چیه؟ ولی تصمیممو گرفتم، دیگه میخوام از این به بعد یه مادر تمام وقت باشم. کار کردن دیگه بسه، میخوام خودم رو بازنشسته کنم. نینا جون این چه حرفیه میزنی؟ بازنشسته کدومه؟ شما هنوز جوونی، سنی نداری نینا جون. اصلا چه ربطی به سن و سال داره؟ من میتونم یه کار رو درست انجام بدم، یا میتونم رئیس باشم یا یه مادر واقعی. ببخشید، پس آژانس چی میشه؟ آژانس چی میشه؟ آژانسم مدیریتشو میسپارم به یکی از شما. خودم هم میشینم خونه برای مارا. چه مادر بی نظیری خوشبال مارا چون. آخه نینا چون کی غیر از شما لیاقت نگهداری اینجا رو داره؟ این پنتی که خب پنتیه، تپا هم که مرده، کی میمونه؟ واقعا متاسفم برای این نگاه جنسیت زده تو. الان زن سالاری تو تمام نقاط این کهکشان دیگه تموم شده. الان مردها از حقوق برابری با زنها برخوردارن. عزیزم، تا فردا سوابقتون رو بررسی میکنم، هر کدومتون که شایستگی بیشتری داشتین برای مدیریت آژانس انتخابتون میکنم. منظورتون ما ستا این دیگه؟ تا من میرم نیو کرج برای جبران خسارت این ماجرا، شما دوتا هم پرونده های فروش سال قبلتون رو آماده میکنین میذارین رو میزم که برگشتم بخونم. فهمیدی؟ بله. منو بسابون اداره پلیس نیو کرج. لونا پنتی، همین نگاه های متعجر شماست که سد راه پیشرفت ما مردم میشه. باشه هرچی تو بگی عزیزم. میگم خوبه من، تو واقعا از اون دسته آدم ها نیستیم که اهل رقابت باشیم. همین، من که اصلا برام فرقی نمی کنه کدوممون رو انتخاب کنه. من راستش ترجیح میدم تو رو انتخاب کنه. چیه مدیریت همش مسئولیت؟ به نظر من که تو لایق تری برای همچین جایگاه. ولی وضعیت اینجوری نمیمونه. یه روزی صدای ما مردا مرد اون میز برازنده توه. به افتخار این لحظه با شکوه که گاندی برای ما به وجود آورده، سه تا پرمشکی مهمون من. نه دیگه، پرمشکی که از اول قرار بود بدی که. باید سور بدی. سورم میدم. فعلا سه تا از داغ‌ترین پرمشکیاتو بذار رو میز. باید به لونا زنگ. نه به لونا زنگ نمیزنم، بذار خودش بیاد با شگفتی روبرو بشه. باور کن دیوونه میشه اگه بفهم. گاندی شانسی که نبود. شانسی؟ آقا جان چی داره میگه؟ با چرا اینقدر توهین‌آمیز با من صحبت میکنی؟ چرا زحمات پسرتو بیارزش میکنی؟ تو خیر سرت پدرشی؟ بله من معذرت میخوام، شما گاندی رو نمیشناسین. گاندی
اصلا تا حالا یک نمره قبولی نداشته. 11 و 25 سالم چجوری شده؟ این بالاترین نمره 3 بوده، اونم مدرسه 2 ساعت بعد زنگ زد گفت دست نگهداری 2. اون همیشه شاگرد آخر کلاس اون. خیر دروغ میگه. یک بار یه نفر از ایشون عقب‌تر بود، یعنی پایین‌ترین نمره کلاس آورد، اونم بنده خدا اصلا مریض بود، بیمارستانم نمیتونست بیاد، اون 0 شد 25 سالم، ایشون یکی مونده با آخر شد. 11 و 25 سالم عجیبه برام. بله عجیبه است، ولی از این بعد اصلا کلا دیگه برنامه‌ای نمیخوام، نمرات بالا کسب کنم و همیشه شاگرد اول کلاس اون باشم. ضربه چیزی به سرت خورده آخه؟ نه 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 هیچی نه، متوجه شدم که اصلا امتحان دادم اون سختی که ما فکر میکردیم نیست. خیلی ممنونم از راهنمایی ارزشمندتون آقا جون. آقا جون شما بهش یاد دادین؟ من کار خاصی نکردم، فقط وظیفه جدی ما انجام دادم، همین. ازتون واقعا ممنونم، منو ببخشید، من همیشه فکر میکردم شما، یعنی همیشه هم که نه، گه گداری فکر میکردم مثلا شما خدایی نکرد یک مقدار خیلی کم شاید برای گاندی من بدآموزی داشته باشه. ببخشید. گفتم که کار خاصی نبود، بیشتر زحمت خودش کشید، من فقط یه خورده قبل امتحان باش کار کردم، همین. نه آقا جون نفرمایی، نگین کار خاصی نکردم، من خودم با ایشون قبل امتحان یک بار کار کردم. بله. همونو رفتم 3 شب در بخش اعصاب و روان بیمارستان نیوکرج بستری شدم، یادته؟ بله. ولی برای من که خیلی آسون بود، خیلی خوب میفهمید، زود گرفت همه چیو، اتفاقا گیرایش خیلی بالا بود. آقا جون واقعا خیلی جالبه، شما چطور میشه اینقدر تسلط داشته باشین به کوانتوم؟ دارم. چی ها؟ چی ها؟ همین ها که امتحان داده دیگه، بعد شما چی باش کار کردی؟ نه این که کوانتومو که کار نکردم، من فقط یاد داد که اینجوری جوابا رو بنویسم، خیلی هم راحت شد، اصلا من فکر نمی‌کردم امتحان داده اینقدر راحت باشه. اصلا من نمی‌دونم امتحان چی بود. ببین روی شکم هم کامل نوشتم، کف پام هست بخواه نشون. نمیخواد در نیام. آقا جون چیه؟ چی شده؟ مگه به کسی ضرر زده؟ مگه حق کسی رو خورده؟ یه کاری کردم که بهترین نمره عمرش آورده، بعد کاری کردم دوست داری مثل همیشه نمره پایین بیاره، خجالت زده باشه. ازت ممنونم آقا جون، چطور یه همچین روش ساده و مبتکرانه به عقل ناقص خودم نرسید؟ من با همین شیوه میتونستم تا پست دکترا پیش برم، من فردا میرم ادامه تحصیل. غیر قانونی نباشه آقا جون. غیر قانونی؟ خجالت بکش، دهنتو آب بکش. تو مگه منو نمیشناسی؟ تا حالا شده آقا جونت کار غیر قانونی بکنه؟ تقریبا خیر، فقط کسی نباید ببینه. چرا کسی نباید ببینه؟ با این یه رسم قدیمی زمینیه، میگن یه زمینی این نوشته های توی در دستشو به معلمش نشون داد، فرداش مرد. ایوه چقدر بد. البته اینا خرافات ها، ولی آدم ریکس نکنه بهتره. نگید آقا جون خرافات علمه، علم خود خرافاته، شما که بهتر میدونین، تو دانشگاه الان داره تدریس میشه. لطفا به علم خرافات بیشتر از این احترام بذار گاندی. به هیچ وجه اجازه نمیدی این رو بده پایین. میمیری با جون خودت بازی نکن. خب اینم پرمشکی بده ببینیم، این پرمشکی پرمشکی که میگین چیه؟ بزنیم ببینیم. اینو قشنگ بعد بزنین وسط زبونتون که قشنگ مزهشو بتونید. خب بده من ببینم. آیا چیه این سوخته؟ تازه حالا فردا چه باید ببینید تو دست. وای این چه کوفتی بود؟ دو بسن و نخام سوخت. اونه پرمشکی که نسوزونه که پرمشکی نیست که. خب بریم دوره بعدی آقا جون. نه بابا من نیستم، پرمشکی تعطیل. این چیه بابا؟ حالا بالاخره بهش عادت میکنیم. چقدر شد؟ 6 مخ؟ چرا من یه دونه یه مخ نیست. میگه اینا جدیدن کشیده بالا یه مخ شده 6 مخ. بابا ولش کن، همون 3 مخو بده ها. 3 مخ، 3 اینم 6 مخ خدمت شما. بهت میگم 3 مخ بده، چرا 6 مخ دادی به؟ قیمت و فروشنده مشخص میکنه، ما که کاری نیستیم. فروشنده غلط کرده، شاید بخواد قیمت خون پدرش بده به خریدار بدبخت. باش باید چونه بزنی. بله؟ چی یعنی؟ باش برخورد فیزیکی بکنی؟ آقا جون واقعا 3 مخ ارزش کشت و کشتار رو کار فیزیکی نداره بزرگ. یعنی شما چونه نمیزنین؟ نمیدونی چونه زدن یعنی چی؟ چونه زدن یعنی چی؟ چونه زدن و بله چونه زدن من که گاندی
چونه زدن تو نمیدونی یعنی چی. من اینم در باب چانه زنی با تو صحبت نکردم که جوونن و اشتباهی به فرهنگ خودشون اهمیت نمیدن. اسمش روشه دیگه، خودتون توضیح بدین بهتره. یعنی خوب شد من یخ زدم ها، بلا اصلا معلوم نبود شما رسم و رسوم زندگی کردن رو چجوری میخواستین یاد بگیرین. هیچ. بهت افتخار میکنم. من هم بهت افتخار میکنم. منم بهت افتخار میکنم. امیدوارم به زودی شمع ریاستتو فوت کنی لونا جان. ایشالله به کوری چشم پندی هشت و پنج سیسته. منم باید یه گفته پیدا کنم بشکنم سریعتر که چشم نخوره. آقا جون من میخوام از شما تشکر کنم. بهتره که چشم حسود و بخیل. باشه اسمم داشتم میگفتم آقا جون میخواستم از شما تشکر کنم. از وقتی که شما اینجا آمدین واقعا گاندی یه جور دیگه شده. بابا من مدیون شما. مدیون شما. این 11.25 صدام که این نابغه کوچک پدر تونست به دست بیاره از مجموع کل نمراتش در زندگیش بیشتر بود. بله تعارف دیگه بسه. 67 یه چاقو بیار اینو ببریم. آقا جان 67 رفته مرخصی. بله مگه ربات ها مرخصی میرن؟ بله که میرن. بله همه مرخصی دارن به جز من. بعد الان کجا رفته مرخصی؟ جایی نرفته مرخصی، توی کمد خاموشش کردیم گذاشتیم اون توه. تو کمد؟ بله. چقدر بهش خوش بگذره. بله آقا جون باور کنین هیچ جای منظومه شمسی به اندازه کره مریخ انقدر به حقوق ربات ها اهمیت. اصلا خیلی از عزیزان فعال حقوق ربات ها الان در صدد این هستن که مسئله ازدواج این بنده خدا رو بتونن حل بکنن. بله ازدواج ربات ها؟ بله واقعا؟ بله واقعا. بله واقعا نمیدونم چرا بعضیا مخالفت میکنن. باور کنین این ربات‌ها همسرای خیلی خوبی هستن، چه به لحاظ اخلاقی چه به لحاظ کاری. هر وقتم که حوصله‌شون نداشته باشین خاموشش میکنین. این از فقر فرهنگی میاد دیگه. آخه چی میخواین دیگه؟ شما اگه نخواستین یه بخشی از حافظه‌شو عوض کنین، برنامه‌شو عوض کنین، اصلا یه چیز دیگه میشه. یه مسئله کوچیک دارن، اونم بچه دار نشدن که دانشمندا دارن جدیداً. آره یه برنامه ربات بچه دار شه. بله من پس فکرامو کردم، من میخوام زن ربات بگیرم. چه زدین؟ ببر صدا تو. چه دریده شده واسه من؟ نشتم دیگه از این حرفا میزنی ها. این روشن فکر بازی فقط برای بالا شهریای الیسیوم و بارسومه. فهمیدی یا نه؟ تازه اگه مادر من بفهمه از ارث محروممون میکنه. فهمیدی؟ خیلی خوب، خیلی خوب. بس کنین دیگه. مثلا ما اینجا جمع شدیم که این بچه رو تشویقش کنیم. چرا دوباره؟ حالا یک کدومتون بره یه چاقو بیاره این کیکو ببریمش. کدوم کیکو؟ کدوم کیکو؟ همین کیکو. کدوم کیکو؟ اینی که شما توشه. آقا جون این کیک ریزیم جاشمیه. جاشمی؟ آخه کی شمو برمیداره میکنه تو کیکو؟ اصلا کیک شمی میشه. اینقدر کیک میشه میکنیم توی اون. پس شما شمو میکنیم تو چی؟ شمو میکنن تو کیک دیگه؟ تو جاشمی دیگه؟ اسمش میشه جاشمی؟ کیک کچولو. پس شما چی رو میبرین بعدش میخورین؟ نمیبرین. چرا چرت و پرت به من میگین؟ کیک حتما نباید انقدی باشه. کیک میتونه انقدی باشه. ما قدیم کیک داشتیم اندازه این نیست. بعد طبقاتی بوده، 6 طبقه 7 طبقه، هر چی هم طبقاتش بیشتر بوده یعنی صاحبش با کلاس تر بوده. آسانسور هم داشتن کیک. نه با بالا بر میرفتن. من فکر کنم داره سر کار میذاره. من شوخی میگم نه ای بالا. اصلا هم شوخی نمی کنم دیگه. مامان چونه نمیزنین، همینی که من میگم. خب چونه ما میزن. چونه زدیم؟ نه 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 چونه زدن مبحث دیگه در مورد پرمنشکی. مسائل اقتصادی آقا جون قشن باز کرد. فقط در مورد پرمنشکی نیستش. چرا دیگه؟ آی من چقدر باید به شما چیز یاد. آقا دستمش روشه دیگه. چقدر کار دارم توی این خونه من. خرید فقط یک خرید نیست، یک جنگ تمام عیار بین خریدار و فروشنده. فروشنده‌ای که سعی میکنه پول بیشتری بگیره و خریداری که باید تلاش کنه
پول کمتری بده. چقدر جالب، من همیشه فکر میکردم خریدار و فروشنده با هم دوست هستن. اصلا و ابدا. چرا؟ از لحظه ای که خریدار وارد فروشگاه فروشنده میشه باید بدونه که اون مار خوشخط و خالی که اونجا نشسته و اسمش فروشنده است یک دشمن تمام عیاره. آخه چرا آقا چون؟ اون فروشنده اون کالایی که ما احتیاج داریم رو در مغازه داره، ما میریم پولو بهش میدیم، کالا رو میگیریم میریم بیرون، قیمتش هم که مشخصه. اشتباهت همینجاست، قیمت ها مشخص نیست. چطور؟ مشخصه؟ نرخ کالا یک مرضی داره به اسم بالا رفتن. هی میره بالا، هی میره بالا. فروشندم از خداشه که سود بیشتری ببره. تنها سلاح من خریدار بدبخت چونه زدن در مقابل فروشندهی که تا دد متلعه. آخ ولی آقا شو قیمت ها اصلا بارا نمیره. چرا نمیره؟ میره. الان مثلا به طور مثال همین چایی که شما میبینین بالغ بر 50 ساله همین یه مخه، یه ذره هم تغییر نکرد. پرمشکی یه ذره به خاطر این که رنگ های مختلف داره، نوع کاشتش فهم میکنه، اون یه ذره بالا پایین میشه فقط. حالا چایی رو مهار کردن، خونه چی؟ میره. خیر مریخ؟ نه اون که نه اصلا. بشقاب پرنده؟ اصلا مدل جدیدتر مدل ارزو میشه. خب اینا مصرفی نیستن، ما یحتاج زندگی خوراکی. نه من مثلا 50 خورده سال پیش یک بار خیار یک مخ گرون شد. آره. دو روز بعد چند مخ ارزون تر شد اصلا. ببینین علم اقتصاد خیلی علم پیچیده ایه. ما توی اقتصاد یه مبحثی داریم به اسم فنر قیمت. این فنر قیمت وقتی که فشرده میشه، اونم 50 سال، یه دفعه یه طوری آزاد میشه که یه دفعه میبینی همون چایی که بهت میدادن یه مخ دارن بهت میدن 50 مخ. امکان نداره. میشه 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 دیگه. دیدم یه چیزی دارم میگه. شما تورم میدونین چیه؟ نه. خیر. دهک پایین و بالا میدونین چیه؟ خیر. نه. ارز دولتی و ارز بانکی میدونین یعنی چی؟ خیر. بله. چی؟ ارز همون که ارتفاع داره دیگه. ارز هر چی ارز داره طول داره. چی دیگه؟ مربع ارتفاع داره. اصلا ارتفاع رو که مکعب داره. منظور من نصف و نهاره. منظور من اصلا این ارز میگم داره. یه چیزی میدونم که میگم دیگه. حالا میخوام چونه زدن رو به صورت عملی بهتون نشون بدم که با فوایدش آشنا بشین. چونه زدن 3 مرحله داره. مرحله اول، شما باید طوری وانمود کنید که این کالایی که میخواین بخرین رو اصلا احتیاجی بهش ندارین و اصلا هیچ علاقه‌ای به خریدش ندارین. چجوری؟ چه 3 مخ؟ نمیدونم، شاید هم ور نداشتم. آخه کی با سوپ سیر میشه؟ ها؟ یه غذای درست حسابی میخورم. خب ور ندار. آره ورش نمیدارم مولی. آخه کی سوپ لازم داره؟ حالا در این لحظه موقع بدن اومدنه. یه بدن میان که انگار دارین میرین. فروشنده فکر میکنه که شما از کالاش خوشتون نیومده و به لحاظ روانی تو موضع ضعف قرار میگیره. نمیدونم، شاید هم برداشتمش، چه میدونم. بده بابا به جهنم. و حالا میرسیم به مرحله دوم، زدن تو سر مار. تو سر دارت مار؟ آقا جون میکشت تو. اصلا بهتون توصیه نمیکنم، اون بسیار خطرناک و بی‌اعصاب. اون مال نه، زدن تو سر جنس، جنسی که میخوای بخری، مال. باید به فروشنده این حس رو بدی که اون جنسی که داره به تو میفروشه ارزش اون پولی که داره از تو میگیره رو نداره. خب اگه داشت چی؟ تو طرف خودتی یا فروشنده؟ خودم. پس خوش خوشت. تو هم خوشت. این از این سوپ هست؟ مگه چشونه؟ این بدترین سوپ بازاره.
یه جوری مدره به همیریزا که تا دو روز نمیتونی از خونه بیای بیرون. من خودم خوردم، هیچیم هم نشده. حالا میشه، میگن باعث ریزش مو هم میشه. شنیدم توش زغ نبودم داره. چی؟ چی هست؟ یه چیز بد، خیلی بد. حالا بدن دوم که مثلا داری میری، الان فروشنده تو پایین ترین حد اعتماد به نفسشه و مطمئنه که دیگه داره مشتریشو از دست میده. اما درست در همین لحظه وارد مرحله سوم میشیم، تراشیدن رقیب فرضی. مگه میشه؟ این غیر ممکنه. خودت برو ببین، پایین نیو گمرک یه نیو دریانی هست، همینو گذاشته دو مخ. این که قیمت دم کارخونه است. چه شاید حراش کرده. به هر حال حالا یه دور دیگه سریع همه مراحل رو روش پیاده میکنی. من که اصلا سوپ دوست ندارم، این سوپ هم که سوپ خوبی نیستش، نیو دریانی هم که داره ارزون تر میده. الان فروشنده در کف موزه ضعفه، حالا وقت ضرب است. ولش کن، یه دونه سوپ ارزش نداری که تو اون پایین برم. همینو برمیدارم دو مخونیم که تو هم ضرر نکرده باشی. یعنی چی؟ مگه میشه؟ آقا جون شما چطور یه همچین کار شگفت انگیزی انجام دادین؟ چطور یه سوپ سه مخی رو خریدین دو و نیم مخ؟ اونم از دارت مال. دیگه کاریه که دستم برمیاد. من فقط یه سوالی ذهنمو خیلی مشغول کرده. خب چرا ما از اول نرفتیم نیو دریانی بخریم این سوپ رو دو مخ؟ منم به این فکر کردم. بابا شما چه خنگایی هستین؟ اصلا نیو دریانی در کار نبود. من چاخان کردم. آقا جون شما به خاطر نیم مخ دروغ گفتین؟ دروغ چیه؟ دهنتو آب بکش، خجالت نمیکشی؟ گفتم چاخان کردم. این دوتا مگه یکی نیستن؟ بله که فرق دارن، دروغ گناهه. خیلی به هم برخوردا. از آقاجون معذرت خواهی کن. بله من ازتون معذرت خواهی میکنم آقاجون، من زود قضاوتتون کردم. اصلا مسئله نیم مخ و یه مخ و دو مخ نیستش. چونه زدن باعث رونق بازاره. چطور؟ باید چونه بزنی تا حالشو بفهمی. آدم بعد از یه چونه موفق و یه حالی میشه، اصلا جیگرش حال میاد. به خاطر نیم مخ اینقدر حالا خوبه، فکر کنم اصلا 5 مخ تخفیف بگیرین، 7 مخ تخفیف بگیرین، 18 مخ تخفیف بگیرین. چقدر آره. یه سوالی ذهن منو خیلی مشغول کرد، اینکه چرا از اول نرفتیم نیو دریانی این سوپر شما. تخفیف باعث میشه که میل خرید در خریدار بیشتر بشه. اینجوری سودش به کی میرسه؟ به فروشنده. پس یه جریان برد برده. چقدر جالب، چرا به این وجهش من فکر نکرده بودم. شما توی مریخ خیلی عقبی. آره من واسه رونق اقتصاد مریخ برنامه ها دارم. واقعا؟ آقا جون حضور شما در مریخ نه تنها برای خانواده ما، بلکه برای کل مریخ شانسه. واقعا شما یه نعمت بزرگی نبا جون. ببین من خیلی حال کردم، ولی چرا قبلا من فکر میکردم دروغ و چاخان یکی هن؟ نه پسرم، خیلی فرق میکنه. کسی که دروغ میگه نیتش خوب نیستش. شما همون دروغ رو با نیت خوب بگی میشه چاخان. نه تنها ایرادی نداره که بعضا سازنده هم هست. پس آقا جون چاخان کردن ایرادی نداره. او نیتت باید خوب باشه. به نظرم که این ببین چطوره؟ نه پایینه خیلی، بذار بیا بالا. پرمانی جان، آقا دابود، لاما جان، لونا جان، شما اینجا چی کار میکنی؟ من اومده بودم به مشتری خونه نشون بدم. آقا شنیدم خونه گرفتین، بهتون تبریک میگم. خیلی ممنونم. ما 80 تا خونه دیدیم تا اینجا رو گرفتیم. بله پنتیه ما کارش خیلی درسته، محال کسی پیشش بره دست خالی برگرده. لذتشو ببرین البته تا یه سال دیگه. چرا؟
فنتی در مورد نیو عبدالآباد بهتون چیزی نگفت؟ نیو عبدالآباد؟ بازار بزرگی که قرار همین پایین پشت پنجره شما ساخته بشه. بازار بزرگ دست دوم فروشی مال زمینی هست. قراره که مبل و صندلی و بشقاب پرنده اسقاطی و اینا توش باشه. پروانه؟ من چه میدونم؟ حالا خودتون رو ناراحت نکنین. تو روز میان خریدشون رو میکنن و میرن دیگه، کاری با تون ندارن. قبرستون میخواین چیکار کنین؟ قبرستون؟ قبرستون زمینیه دیگه، همین پشته. چیزی نیست به جز مثلا جنازه و جیغ و داد و فریاد. نه شما خودتون زمینی هستین، میدونید که صدای جیغ و فریاد زمینی با صدای جیغ و فریاد مریخی سوسول کاملا فرق میکنه. صدای جیغ و فریاد زمینی نه تنها از خلل رد میشه، صاف میاد تو. من توی این خونه زندگی نمی کنم. عالیه. مرسی لانا جان. فقط خواهشم به پنتی چیزی نگی. من اصلا دوست ندارم دوست خوبم از دست من ناراحت بشه. خیلی دختر خانومیه. ببخشید، میدونم خانوم کلمه زشتیه، درسته؟ بله خب، ولی در مواقع خاص ما میتونیم این کلمه رو استفاده کنیم، مخصوصا در مورد پنتی. الان شما برو بهش بگو پنتی خانم، انقدر خوشحال میشه که نمیتون. پنتی خانم، عالی. بله بفرمایید. خوبی عزیزم؟ به سلامتی از بابا رو بردین خونه جدید؟ چی؟ یعنی چی پشتمون شدی؟ من چه حقیقی مخفی کردم؟ بله میدونم. قبرستون؟ الو؟ الو اشتباه شد؟ الو؟ کی بود؟ همون مشتری زمینی هایی که یه واحد توی نیو فردیس بهشون فروختم. زنگ زدم فصل کنم. مردمم خل شدن ها. خب واحد میخری برو توش. حالا تو هم بعد از یه مدت یه واحد فروختی، پرید. آخه خیلی پسندیده بودن لونا جون. فدای سرت. عوضش فردا میری اون بالا میشینی، پاتو میندازی رو پات. ما کارمندای دونپایی هم میشینیم این پایین، سر دو مخ با مشتری بس سر کله بزنیم. عجیب، فایلای مشتریامو پیدا نمی کنم. اشکال نداره، منم یه بار دستم خورد تمام موسیقیام پاک شد. درسته، پیش میاد وقتی رئیس بشی بشینی پشت اون میز این فایلا دیگه به چه دردت بخوره. مسافرهای تاتوین، اتوبوس فضایی گیتی پسند داره میپره. گیتی پسند تاتوین جانمونی بودو. چای خوش بسه شما. نمیس آقا نصر گل. هم شما گرم. بسه شما گل. ببخشید میشه یکم آب بهش اضافه کنی؟ ما تو این کافه کار غیرقانونی نمی کنیم. خب پس چرا برای آقا جون ریختیم؟ آقا نصر پهلوان کافه است. حکایتش فرق میکنه با بقیه. مخلصم. فدا. یه چای دوبله دیگه برای من. چشم. حالا هیچ معلوم هستن این چیکار میکنی؟ پنجامی تونه ها؟ خب که چی؟ چنانکه عصبانیت. خب هنوز معلوم نیست که پنتی رئیس شده باشه. دختره پوستش سبزه، متوجه ای؟ پوستش سبزه. تو این ملیخی های نجات پرست رو نمیشناسی؟ تهی تهش من 50 تا خونم بیشتر از اون فروخته باشم بازم اونو رئیس میکنه. 50 تا خونه بیشتر فروختی؟ نه اون 30 تا بیشتر از من فروخته. صحیح. اینو ول کن. مهم اینه که اونا نمیذارن ما زمینی ها رئیس بشیم. چرا؟ چون ته تهش ما زمینی ها مریخ بند درجه 2 هستیم. تاسفم. زشت. من روحیم نمیکشه اون پنتی رئیس بشه. باور کنی اگه بره پشت اون میز بشینه خودم میرم پشت میز از اون برا پلتش میکنم. کوچولو موچولو هم هست پرتش بکنم تا یه آژانس. نمی کنی این کارو بانو این کارو نباید بکنه. چرا نکنه؟ چرا بکنه؟ بکنه باره. یه دو بار که پرتش کنه بیرون بعدا حساب کار دستش میاد. دستش میاد. بکن. نمیتونم اصلا. میرم استعفا میدم، یه شغل دیگه میرم انتخاب. بهترین کار. لونا به خودت بیا، چرا اینقدر زود میدون رو خالی میکنی؟
تو همیشه همینجوری زود تسلیم میشی؟ بله آقا جون. نه این ژنتیکه ها. منم همینجوری هم. میگم زود تسلیم میشم. آره این ژنتیک چه محفظ عجیبیه. خیلی جالبه. چه کف خودم میگم. حفظتون کنه خدا. من میدونم دیگه این پنتی اگه رئیس بشه انقدر منو اذیت میکنه تا خودم استعفا بدم. از کجا میدونی؟ میدونم دیگه. آقا کجا میدونی آخه؟ میدونم برای اینکه اگه من رئیس بشم دقیقا همین کار رو باش میکنم. شانس بیاره پنتی من رئیس بشم. شانس بیاره. شانس باید بیاره به نظر منم باید شانس بیاره. فقط باید شانس بیاره. لونا جان اصلا نبینم نواده من زانوی غم بغل کرده ها. آدرس این دخترک رو بده میرم در خونهشون یه جوری تهدیدش میکنم از فردا آژانس نیادا. آجون صداتو بیار پایین تر. تهدید کردن کار غیر قانونیه. برای ما ناسبزه که خیلی غیر قانونی تر هم هست. آه شد ما دست روی یه کاری بذاریم قانونی باشه. خیر آه من یه راه هر میگم اصلا بریم خونه. الان هم یه فیلم کمدی داره اصلا ببینی اون فیلم و شاید حالت بهتر بشه عزیزم. آره راست میگه مخصوصا با اون فیلماتون. باشه بگو حسابو بیارن. نه نگو بیارن. چرا؟ یه پیشنهاد واسه تون دارم حالتون جا بیاد. چی؟ آقا جون باشین دوتایی با هم دیگه برین چیونه بزنین. نه باشین. آه واقعا؟ آره نمیدونی چی جوری قال آدمو جا میاره. آخه آقا جون یعنی شما فهم کنیم ما الان آماده چی داریم؟ آره بالاخره باید از یه جای شروع کنیم دیگه. شما آره. نمیایین با ما مگه؟ نه بابا میخوام رو پا خودتون باشین. بریم از دور هواتون دارم. چی جالب. چه رومانتیک. اولین چونه زندگی مشترک. چرا؟ رومانتیک. حالا من میگم اس بی یه دور مرور کنیم. آقا جان شما ما رو نگاه کنین. اگه درست بود بریم انجامش بدیم. مرحله اول نشون دادن بی میلی. مرحله دوم زدن تو سر. آره این چای تو مزهش تغییر کرده. چرا مرحله سوم تصور کردن رقیب فرضی. آفرین. مثلا ببین همین کافه مریخ داغ تو نیونورک. آره میگه اونجا که سه تا چای رو میدن دو موقع شما یه گرون میدی. آره تو خیلی داری گرون میدی اینها. و مرحله بعد چی شد؟ تخفیف گرفتی؟ 3 موخ. بله به جای 15 موخ دادیم 12 موخ. انشالله به نظر یارو نرو میومد. اتفاق خیلی بروه آقا جان. چونه رو دادیم تخفیف رو گرفتیم. وای خالی تبس اومد شاگردهای زرنگ. مطمئنین 12 موخ دادیم تموم؟ بله بله خیالم راحت شد. تازه یه کار خیرم کردی. ما خیلی خیر هستیم. خیلی چی کار کردین؟ خیرین 7 موخ دادیم به انجمن معلولان خیر اون ربات های خراب سر چهارا که شارژ میشن. وقتی قصه شون شنیدم آقا جون اشک از گوشه دو چشمم جاری شد. شما میدونستی این ربات ها این ربات های معلول میرن سر چهارا گدایی شارژ میکنن. ها؟ واسه میبینم شما دوتا نابغه بلند شدین رفتین صورت حساب 15 مخی رو 19 مخ دادین اومدین؟ نه آقا جون 20 مخ. یک مخ مالیات بر ارزش تخفیف. آقا جون چی؟ چی؟ مهم اینه که ما صورت حساب 15 مخی رو دادیم چی؟ 12 مخ. بله 3 مخ. 3 مخ تخفیف گرفتیم. ما 2.5 مخ حتی از شما که 1.5 مخ تخفیف کردین بیشتر تخفیف گرفتیم. چه حالی داد. خیلی حال داد. چه لحظه رومانتیکیه واقعا. اولین چونه موفق مشترک زندگی ما. باشه بریم.
کلا برده چی کار کردی با این تفلکی هم؟ بله بون کار یاد بچت میدی؟ اینجا یه کافه بین راهی سلطان، از صبح تا شب دارم با هزار تا آدم از سیارهای مختلف چک و چونه میزنم. یه چیزهای حالیمه هشت مخ ازشون مفبری کردی، چهار مخ سهم منو اخون بیاد بالا. نوکرتان هستم. بریم. الان اون مشتری که میخواست واحد بانو نیوشابوری رو بخره زنگ زد یهو کنسل کرد. عجیب نیست؟ چرا؟ به نظر منم خیلی عجیبه. عجیبترش اینه که گفت یکی باش تماس گرفته، گفته اون منطقه بو میده. واقعا؟ یعنی که بهش این اطلاعات داده؟ نمیدونم کار کدوم آدم بیش شرفی میتونه باشه. راستی شنیدین هواشناسی گفته که یک طوفان غبار فردا قراره بیاد، حتی بشقاب پرنده ها هم نباید بیرون بیاریم. اتفاقا همین 10 دقیقه پیش یکی به یکی از مشتریای من زنگ زده، گفته من مشکل روانی دارم، مشتری ها رو گاز میگیرم. عجیب نیست؟ چه آدمایی پیدا میشن؟ نفهمیدی کی بوده؟ نه، حتی حدسم نمیتونم بزنم که کار کدوم پس فطرتی میتونه باشه. بانو حتما خیلی هیجان دارین که بدونین کی قرار رئیس جدید آژانس باشه، نه؟ رئیس؟ آها، اون رئیس، من که کاملا فراموش کرده بودم. دقیقا، هیجان این چیزا مال کسایی که واسه مهمه، نه ما. آفرین، میدونستم که هیچ کدومتون چشمتون دنبال میز من نیست، ولی من فکرامو کردم و تصمیممو گرفتم. بهتون گفته بودم تصمیم دارم از این به بعد همه یه وقتمو صرف مارام کنم. بله بله گفته بودین. گفته بودم. آخه این اواخر دیگه کاره عجیب غریب زیاد میکرد. مثلا رفته یه قایق تفریحی خریده گذاشته تو باغچه خونه. گفته بودم؟ بله بله گفت. اینم گفته بودم. برای همین تصمیم گرفتم مسئولیت‌های بیشتری رو بهش بسپارم که تو زندگی مسئولیت پذیری رو یاد بگیره. اینم گفته بودم؟ گفته بودی که 10 بار دیگه هم بگین انقدر خوشحال میشیم صدای قشنگتون رو بشنویم. خب پس وقتشه که رئیس جدید آژانس رو بهتون معرفی کنم. شما و این رئیس جدید آژانس مرای ماماست. بسته 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 ورودم خوب نبود، بذارم از اول بیام. نه عزیزم نمیخواد، خیلی با شکوه. مطمئنی؟ من نبود که بعد از این همه سال زحمت اون جوجه اردک بشه رئیس من. خدا ازت نگذره نینان الله، بخوری کف میره که گرم. شستو هفی چای دیگه. رانه یه ها اووردوز کافه میکنه. خوش میشم که بشم. بانو چرا اینقدر هرس بخونی؟ چیزی نداره. نمیخواد منو آروم کنی، من آروم نمیشم، متوجه شدی؟ لونا جان به این فکر کن که میتونست اتفاق بدتر از این هم بیفته. میخواد بگی بدتر از این چی میتونست بیفته آقا جون؟ مثلا این که اون پنتی رئیست میشد. آره راست میگه آقا جون، بیچارم میکرد. ببین خدا برات خواست. آره با این چیزایی که از این رئیس جدید تعریف کردی زیادم آدم سختی به نظر نمیاد، راحت میتونی مخشو بزنی، شاید اصلا با هم دیگه رفیق شدیم. نمیدونم آقا جون، خیلی اخلاقش عجیب غریبه. باشه ببین لونا، ما درسته اکبری ها آدم های بدشانسی هستیم، ولی ژنتیکی تو دل برویم، زود دل آدم ها رو به دست میاریم. راست میگه آقا جون. منم با آقا جون موافقم، شما واقعا تو دل برویم.
سیغی میتلم نونور نونا گاندی آقا شلوارت کجاست پسرم؟ نمیدونم ولی عوضش یه خبر خیلی خوب براتون دارم. آها اینم یک پایان خوش برای یک روز سخت. بگو پسرم خبر خوشتو. بابا چرا تو این سالو فهم کردم خیلی آدم خنگیم، خیلی باهوشم که. باز چه افتخاری آفریدی به نارگاندی مامان. یه چونه خیلی موفق زدم. امکان نداره. نه واقعا میگم خیلی هم تخفیف داد به من. بهت افتخار میکنم پسرم گاندی. باریکلا الحق که نواده خودمی رو سفیدم کردی. آفرین گاندی، آفرین گاندی. 67 فرون پایه شما بیار میخواییم جشن بگیریم. یه رو مرخصی بودم چه خبرهای شده تو این خونه. خب گاندی پسرم بگو بینم چی خریدی. چیزی نخریدم، ای قرار بود چیزی بخرم. بالاخره باید یه چیزی خریده باشی که رو چونه زده باشی دیگه. نه بابا چیزی نخریدم، سر نمرم تخفیف گرفتم. نمره؟ مگه نمرم قبول آقا؟ این سریش خرابه، 1000 بار نمره میشه؟ نمره؟ رفتم پیش معلم و یه ساعت باش چونه زدم، بالاخره قبول کرد که این 11 و 25 منو بکنه 8. آقا خیلی آدم نرایی بود و مجبور شدم براش چیز کنم، رقیب تراشی کنم، بگم که آقا ببین معلم تاریخ هم 3.5 هم راحت داد 0. بعد دیگه اینم افتاد تو چشم و همچشمی و اینا، دلش به رحم اومد، بالاخره 3.5 نمره رو به من تخفیف داد. مگه شما تاریخ و 3.5 شده بودی؟ چی؟ 3.5؟ نه بابا چه خبره مگه؟ چاخان کردم. ولی نیتم خوب بود. دونا همه نواده ها انقدر خنگن، یعنی که نواده من انقدر خنگ در اومده. نه فقط باری کله پسر.